با درود به دوستان گرامی در ایران، افغانستان و تاجیکستان، من این سه کشور را به اساس فرهنگ مشترک ایران فرهنگی یا ایران شهر می نامم. یعقوب یسنا هستم، استاد دانشگاه دولتی البیرونی در افغانستان و اکنون دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه یزد ایران. خرسندم که پیامی به مناسبت بزرگداشت فردوسی به عرض می رسانم. خوشبختانه چند روز پیش کتاب مقدمه بر فردوسی شناسی و شاهنامه پژوهی از من در کابل چاپ دوم شد. من بنا به مطالعاتی که درباره فردوسی و شاهنامه داشتم به نتایج رسیدم که آن نتایج را در آخر این کتاب ارائه کردم. این نتایج شامل 6 پیشنهاد درباره فردوسی شناسی و شاهنامه پژوهی می شود که با استفاده از این فرصت آن 6 پیشنهاد را اینجا می خوانم تا مورد توجه شاهنامه پژوهان و فردوسی شناسان قرار بگیرد. 1. تعداد تصور میکنند بسیار فردوسی را دوست دارند، بنابراین ادعا میکنند که فردوسی و محمود هیچ ارتباطی نداشتند. تعداد تعلق خاطر به محمود دارند، میگویند شاهنامه به فرمان محمود سروده شد. به اساس این اختلاف نظرها من درباره ارتباط فردوسی، محمود و شاهنامه نظریه گفتمان را طرح کردم. نظریه گفتمان به این معنا که مناسبات فکری و فرهنگی یک اثر با هم چی ایجابی و چی سلبی ارتباط دارند. فردوسی، محمود و شاهنامه رویدادهای در یک عصر هستند، جدا از هر ارتباطی با هم ارتباطی گفتمانی دارند. بنابراین مناسبت فردوسی، محمود و شاهنامه را از چشمانداز نظریه گفتمان مورد مطالعه قرار بدهیم و بررسی کنیم که در نظریه گفتمان مناسبات فکری و فرهنگی فردوسی، محمود و شاهنامه چگونه است. به نظریه گفتمانی مناسبت فردوسی، محمود و شاهنامه در بخش نخست کتاب پرداخته شده است. 2. اختلاف نظر دیگر این است که مأخذ فردوسی در سرایش شاهنامه چه کتابی و چه کسانی بودند. بعضی مأخذ شاهنامه در حد و حدودی درست است، اما اصولا شاهنامه کتابی نیست که مأخذ مشخص تاریخی داشته باشد. شاهنامه روایتی است که در جریان چند هزار سال تأول و تکامل ارائه شده است. منبع روایت های بنیادین شاهنامه از نظر جهان شناختی به اویستا و پیش از اویستا می رسد. بنابراین در بخش سوم کتاب نظریه تکاملی و روایت بنی بشری شاهنامه را طرح کردم، به این معنا که به شاهنامه به عنوان یک روایت بشری باید نگریسته شود. منظور از روایت بشری این است که درباره پیدایش جهان، انسان و فرهنگ زندگی چند روایت جهانی داریم که روایت یونانی، سامی، چینی، ژاپنی، آستیکی و غیره هستند. شاهنامه نیز از جمله یکی از این روایت های جهانی است. روایت شاهنامه، روایت پیدایش جهان، انسان و فرهنگ زندگی از چشمانداز حوزه ایرانی فرهنگی است. این روایت مانند روایت های دیگری جهانی اهمیتی هستی‌شناسانه و پدیدارشناسانه دارد که در جریان چند هزار سال در بخشی از جهان در ارتباط انسان این حوزه فرهنگی و تمدنی با محیط زندگی، با پرسش های انسان درباره زندگی و جهان تکامل یافته، شکل گرفته و به روایت تبدیل شده است. شاهنامه مانند روایت های دیگری جهانی اساسا یک روایت دینی جهانی از پیدایش و آفرینش جهان هست، طوری که روایت های دیگری جهانی مانند روایت سامی و غیره
iddiai rivayet afrinişi can ve insan را دارند در روایت شاهنامه نیز چنین ادعایی وجود دارد و از نظر روایتی خیلی تکامل یافته و منسجم است اما وقتی این تکامل و انسجام قابل تشخیص است شاهنامه به پشتوانه معرفتی و روایتی اویستا خوانده شود زیرا منبع شاهنامه با این تفاوت اویستا است که شاهنامه مناسبتی روزگاری پس از اویستا را نیز تدوین و روایت کرده است به نظر من به جنبه روایت بشری شاهنامه چندان توجه نشده است بنابراین نظریه تکاملی و روایتی بنی بشری شاهنامه را طرح کردم تا به روایت شاهنامه از این چشمانداز دیده شود قبلا در کتاب باستابی اسطوره‌های اویستایی در شاهنامه این نظریه را به صورت گسترده طرح و بررسی کردم سه در روزگار ما معمولا پرسیده می شود ایران کجا است و اساس روایت های شاهنامه در کجا شکل گرفته و متعلق به کدام کشور است میراث‌برهای حوزه ایران فرهنگی ایران افغانستان تاجیکستان مدعی اند که ایران کشور ما است اما واقعیت این است که به اساس روایت اویستا و شاهنامه کشور ایران افغانستان و تاجیکستان بخش هایی از شرق و غرب ایرانی باستان هستند ایرانی که در مناسبات جهانی تا 500 سال پیش از دوران اسکندر امپراتوری روم امپراتوری عرب و تا حضور امپراتوری انگلیس در منطقه مطرح بود به اساس روایت شاهنامه مشخصا ایران امروز افغانستان تاجیکستان و غیره شرق و غرب ایران است با وصفی که امروز امکان این وجود دارد که حدود ایران باستان فراموش شود اما شاهنامه توانسته است وحدت شرق و غرب ایران باستان را در روایت حفظ کند مهمتر از همه در شاهنامه روایت های شرق و غرب ایران باستان وحدت روایتی پیدا کردند و به عنوان یک روایت ارائه شدند روایتی که روایت ایران باستان است بنابراین روایت شاهنامه روایت وحدت همه ما یعنی افغانستان، ایران، تاجیکستان است. من این نظریه را در عنوان وحدت تاریخ و اسطوره در شاهنامه به عنوان هویت مردمان ایران، افغانستان و تاجیکستان در بخش سوم و همچنان در مباحث بخش چهارم کتاب طرح کردم. 4 بحث های طرح می شود که روایت های داستانی شاهنامه دچار تناقض هستند مثلا فریدون خود را اژدها می سازد ضحاک 1000 سال عمر می کند و غیره اما فردوسی نمی دانسته است که این موارد درست نیست باید اصلاح شود اصولا کسانی چنین نظری را طرح می کنند اشتباه می کنند زیرا به اساس مناسبات فکری خود وارد مناسبات فکری روزگار جامعه های بشری می شوند که این داستان ها در آن روزگار شکل گرفته مناسبات فکری و متغیرهای ذهنی نسلهای بشری تفاوت میکنند انسانهای چند هزار سال پیش مناسبات ذهنی و معرفتی خود را داشتند و با آن اساس داستانسازی و روایت پردازی میکردند فردوسی خالق و سازنده داستانهای شاهنامه به صورت مشخص نیست ناظم و سراینده داستانهای شاهنامه است نظریه جدایی انتقاد از شاهنامه و فردوسی در عنوان چگونگی انتقاد بر تناقض‌های شاهنامه در بخش سوم کتاب طرح شده است. 5 امروز معمولا نزاهایی برای اینکه مولانا متعلق به کدام کشور است، رودکی متعلق به کدام کشور است، سنایی متعلق به کدام کشور است، کتاب اویستا متعلق به کدام کشور است، زبان فارسی متعلق به کدام کشور است، آثار ادبی زبان فارسی متعلق به کدام کشور است و غیر موارد صورت میگیرد این گونه نزاهای فرهنگی و ادبی درست و مناسب و بجا نیست زیرا کشورهای افغانستان ایران تاجیکستان به طور مساویانه بر این میراث های فرهنگی حق مالکیت دارند اما مهم این است که چگونه و به چه اساس و اسنادی این مالکیت را تعریف کنیم ما کشورهای منطقه دو مرحله تاریخی داریم. مرحله شکلگیری پیش از جغرافیای سیاسی ایران، افغانستان، تاجیکستان و مرحله پس از شکلگیری جغرافیای سیاسی. در مرحله پیش از شکلگیری جغرافیای سیاسی سرزمینی به نام ایران بوده ایم و تاریخ و فرهنگ مشترک نه،
واید داشتیم. بعد از شکلگیری جغرافی های سیاسی تاریخ و فرهنگی مشترک داریم که هنوز به اساس واقعیت های فرهنگی، ادبی و زبانی استوار است. بنابراین هر آنچه که به پیش از شکلگیری جغرافی های سیاسی تعلق میگیرد مالکیت همه ما است و هر آنچه که به بعد از شکلگیری جغرافی های سیاسی ما تعلق میگیرد حق مالکیت آن را همان جغرافی های سیاسی دارد که متعلق به همان جغرافی های سیاسی است. مثلا نیما متعلق به ایران است، صدرالدین عینی متعلق به تاجیکستان و ازبکستان است، واصف باختری متعلق به افغانستان است. با این هم می توانیم از زبان فرهنگ ادبیات و شخصیت های فرهنگی مشترک سخن بگوییم و در تاریخ های ادبیات خود این اشتراکات فرهنگی و ادبی را بازتاب بدیم و این اشتراکات را تقویت کنیم. برای اینکه میراث واعد فرهنگی و ادبی و اشتراکات فرهنگی و ادبی خود را در یک چارچوب کلان فرهنگی تعریف کنیم، نیاز به تعریف حوزه فرهنگی و تمدنی ماست. من بحث این حوزه فرهنگی را به اساس واقعیت تاریخی و فرهنگی ایران، حوزه ایران فرهنگی می نامم. بنابراین نظریه حوزه ایران فرهنگی و اعتیاده کشورهای ایرانی را در یادداشت همگرایی منطقه‌ای برای میراث فرهنگی مشترک در وبینار بین المللی رستاخیز زبان فارسی و بزرگداشت یعقوب لیث در تهران در وبینار روابط فرهنگی ایران و افغانستان در دانشگاه علامه طباطبایی و در نظریه گفتمان ایرانی فرهنگی در شاهنامه در بخش چهارم کتاب طرح کردم. سندی که ما می توانیم چارچوب حوزه ایران فرهنگی را مشخص کنیم شاهنامه است. بنابراین من شاهنامه را اساسی بحث حوزه ایران فرهنگی می دانم. شش، بحث دیگری که معمولا بین کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان درگیری ایجاد میکند این است که واقعیت داستان هفتخان رستم، داستان زال و سیمرغ، داستان جنگ رستم و اسپندیار و غیر موارد کجا اتفاق افتاده است. مردم کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان نشانه های فرهنگی برای ادعای خود دارند که ادعا کنند واقعیت این داستان ها در محل زندگی آنها اتفاق افتاده است. اما به این بحث نباید تاریخی و مصداقی نگاه کرد. باید از نظر پدیدارشناسی فرهنگی تعبیرگرایانه و کثرت‌گرایانه به معناداری این داستانها و محل این اتفاق داستانها توجه کرد. به این معنا که ما مردم عرصه کشور دارای خواستگاه واعد اساطیری و فرهنگی هستیم. این خواستگاه واعد اساطیری و فرهنگی را بر اندازه ای که محل زندگی و جغرافی های زندگی ما گسترش یافته است، بر محل و جغرافیاهای زندگی خیش مطابقت داده ایم. به این اساس من نظریه پدیدارشناسانه بینافرهنگی جغرافی های شاهنامه در حوزه ایران فرهنگی را در عنوان شاهنامه دانایی مشترک ما قبل تاریخ و تاریخ مردم تاجیکستان، افغانستان و ایران در بخش چهارم کتاب طرح کردم. بحث این شش نظریه را برای این در پایان کتاب و در اینجا آوردم تا یادآوری برای پاسداری از تاریخ و فرهنگ واعد و فرهنگ مشترک سه کشور در حوزه ایرانی فرهنگی باشد. در ضمن تأکیدی برای خوانش و مطالعه شاهنامه از این چشم انداز باشد. با احترام و ارادت.